میکنه آدم رو. کلمات هر کی میخواد یک چیزی براتون بگم، از یک کتابی میخوندم راجع به اصطلاح کتاب مربوط به تغذیه و اینجور مسائل، اونجا نوشته بود که هر کسی میخواد جوانی رو خریداری بکنه بره توی دکون سبزی فروشی، سبزی فروش اونجا جوانی اونجاست. می‌خواست بگه که سبزیجات خیلی مفیده برای انسان و نمیدونم اثر مثبت داره. اینا با یه تعبیر در واقع اینجوری بیان کرده بود، رمانتیک گفته بود. حالا بنده میخوام بگم هر کی میخواد روح جوان داشته باشه بره سراغ نهج البلاغه. خواب از سر آدم میگیره، نشاط میده. شما وقتی کتاب رو میخونید رمز و راز عالم رو گویا جلو چشمتون داره باز میشه، خدا رو یه جور دیگه میبینی، جهان رو یه جور دیگه میبینی، عظمت های جور دیگه داره بیان میکنه. الله اکبر از امیر المؤمنین. شاید شما نگاه کنید حضرت داره تو کوچه رد میشه، آشغالا رو ریختن تو زمین، آشغال زباله، آشغال. ببین حضرت چطوری مطلب رو اونجا میگه، هادا ما بخل به الباخلون. این همونی بود که بخیلا به خاطرش بخل برسه حالا خوردن ریختن تو زمین. ببینید چیزای کوچولو رو امیرالمومنین اوج میده برای یه جای بالا. عجیب و غریبه کلمات امیرالمومنین. تو توحید بدن آدم به لرزه میفته، این حرفا رو میشنوه، ریتم کلماتشون، آهنگ کلماتشون گرفته تا معانی و عمقی که کلماتشون داره. محمد عبدو مفتی دیار مصر شرحی بر نهج البلاغه نوشته، در مقدمه این شرح محمد عبدو میگه که من به طور اتفاقی برخورد با نهج البلاغه کردم، وقتی این کتاب رو میخونم احساس میکنم که نوری وجودم رو فرا گرفته و با روح کلی هستی هماهنگ شدم. عالمشونه، بی سواد نیست، ملاست. ابن عربی کسیست که عرفان نظریه مدون اسلامی وامدار اینه. من کار به خوب و بد بودن و حرفاش ندارم، براخره یه آدمیه، برا خودش یه آدم قدریه تو این زمینه. 10 سالش بوده، 12 سالش بوده، همین سنین داشته، با ابن رشد اندلسی فیلسوف ملاقات میکنه، چشش بیفته به ابن رشد. ابن رشد میبینه یه آدم ویژه‌ایه. ابن رشد بهش میگه بله، ابن عربی میگه بله، بعد میگه لا، اونم میگه لا، یهوی حالش بد میشه ابن رشد. یعنی تو ذهنش یه چیزی میگذشته، ابن عربی ذهنش رو میخونه، میگه لا، میگه بعد نه، بعده، آره، همینجوری. یه همچه آدم میگه دیگه، کتاباش خوجوب هست. این آدم راجع به کلمات علی ابن ابی طالب میگه هازا، هازا علی ابن ابی طالب صاحب الاسرار و امامها. علی صاحب اسرار الهی، بلکه امام اسرار الهی. یا نفس انظری تمکره فی المعارف الالهیه. ببین علی چقدر قدرتمند در معارف الهیه. انظری الى خطبهی بهور لا سواق لها. خطبه های علی رو ببین، دریاهاییست که ساحل و کرانه نداره. وقت ما شیعه های مفلوک کتاب او رو میخونیم، از این کتاب اطلاع نداریم. تو حوزه های علمیه اونم همینطور. این مظلومیت علی دیگه، تو خود ما مظلومه، چیکار داریم؟ تو جهان میخواییم مظلومیت علی رو بگیم، به خودمون باید مظلومیت علی رو بگیم. حالا کرام علی تو محض عزت و ذلت، شاه، شاه ولایت، کلام شاه، کلید معارفه. اکرم نفسک عن کل دنیه و انساقت که در رقائم. نفس تو ای بشر
از هر پستی و دناعت دور کن. نفس تو کریم و با عزت قرار بده، ولو این پستی و ذلت ساقط که الی الرغائب تو رو به آرزوهات برسونه. یه دولا خم بشی در مقابل طرف، شرافت تو گرو بگذاری، زندگی دنیات خوب میشه. اگه امام حسین دست بیعت با یزید میداد، این همه مصیبت ها برش وجود نداشت. و این ساقط که در رقابل فانکه، چرا؟ چون اینجا تجارت داری میکنی، تو این تجارت بازنده ای. فانکه لن تعتاز به ما تبذل شیئا من دون دینک و ارزک، زیرا تو برای رسیدن به این آرزو، یه موقع انسان آرزوهاشو با تلاشش به دست میاره، باشه حلالش باشه، یه موقع برای رسیدن به اینها باید از دینت یا شرافتت بگذری، از آبرود بگذری. تو در اینجا بد معامله کردی، چیزی رو دادی، چی باشه؟ دین و شرافتت رو، و چیزی رو گرفتی، پول و مقام. قیمت این پول و مقام اینقدر نبود که انسانیت تو بدی، شرافت تو بدی، کرامت تو بدی. گرسنگی بکش، فقر بچش، محرومیت تحمل کن، اما خودتو نفروش. ارزش ها رو به راحتی از دست نده، ولو شده که به مرگ هم برسی. موتون فی از خیر من حیات فی زر، کلام امام حسین. مرگ در عزت بهتر از زندگی در ذلته. این چه زندگیه؟ به خاطر اینکه اون چرم که بهت داد و تو گرونم فروختیش، بازم ازت میگیره. همین چیزا همیشه دستت نیست. یکی از بزرگان مراجع قوم، یه نفری پیدا، منزل خیلی مخروبه در هم بر همه کذایی داشت، یکی پیدا شده یه خونه خیلی عالی که میخوام با آقا تقدیم کنیم، مجانی هبه کنیم، ببخشیم با آقا. پیشو گفتود قیمت خونه خیلی زیاده. گفتن آقا مجانی میخوام بهت بدن. خب همین دیگه، قیمتش زیاده. اگه پول داد، پول میگرفتن، مطمئن میخردن. اما این قیمتش بالاست. چرا؟ چون همراه منته. فرده احمد چیزی میخواد، این برای چی باید این مجانی دل به من میده؟ برای که فردا میخواد بیاد یه فتوایی میخواد، میخواد منو فتوا رو بدم، منت میخواد سر من بذاره، امضا میخواد از من. گیرونه، من باید خیلی چیزا بگذرم. مرحوم آشخم ابوالقاسم قمی، نه آشخم قاسم قمی صاحب وفات، آشخم ابوالقاسم قمی از علمای با معنویت قم بود. در زمان ایشون یک کسی معروف بود در اون قوم به نام تولیت، که تولیت حرم از معصومه رو داشت، خیلی قبل از 80 سال پیش، 90 سال پیش تولیت رو داشت. تولیت هم اونجا حکم در واقع کد خدا و رئیس و فرماندار و استاندار دیگه شهر بود، یعنی شخصیت مهمی بود. من رو باش حباس قومی از نماز که میاد میره خونه شون، دو سه نفر هم همراهش بودن، میره طبقه بالا یه اتاق کوچولویی، و وقتی میاد نماینده تولیت هم وارد میشه، یه نامه ای دستش بوده. مرحوم آشخم القاسم قومی اعتنایی نمی کنه به اون، میشینه یک کاسه ماستی، تاوار ماستی به اصطلاح بوده، میذاره زمین، یه مقدار نون خشک میریزه تو این که خیس بخوره. بعد نامه رو میگیره از فرد، باز میکنه، میخونه،
بعد میبنده میگه برو به تولیت بگو ابوالقاسم قمی شکمشو با این نونما سیر کرده تا پای این کاغذ امضا نکنه. یه عزت این عزت. اون وقت کسی که با خدا این معامله عزت رو بکنه، خدا اسباب و عالم رو به نفعش میچرخونه کنه. یعنی گاهی اوقات همین عزت دنیایی هم بهش میده. برای چه امسان؟ برای دنیاش سر خم کنه در برای کسی؟ حریت و آزادی خودش رو باید داشته باشه. اکرم نفس کرم کل دنیه. بذار یه چیزی هم برای خودم اتفاق افتاد بگم، حالا چه اشکال داره؟ مریضی خودمونیه. این تیکرم باید ببارید بخشی چیز نکنید. ماه مبارک ما رمضان گذشته ما رو دعوت کرد و از خیلی هم بریم کانادا. ما رفتیم مدارک رو بردیم و طبق چیز در سفارت نگاه کردن و گفتن آخر آگست، یعنی آخر ما رمضان جواب میدیم. گفته بابا این دعوتنامه اینجا نوشته از یه مرکز معتبر اونجا، بنده باید اول ما رمضان اونجا باشم. این که معنی نداره. گفته همینه که از قانون عوض شده، 13 هفته طول میکشه. گذاشتیم اونجا دیگه، تلفن زدیم، همه ناراحت منتظر بودن که بیاین. گفتم اینجوری شده دیگه، کاری نمیشه کرد. یه مدتی گذشت و هنوز مارمزو نیمده بود. روزای دوم سوم مارمزو با ما تلفن زدن، گفتن آقا یه کاری بکن، یه ایمیلی چیزی بزن توضیح بده براشون، رجب خودت بگو، رجب برنامه ها بگو، بگو ایرانی ها اینجا زیادن منتظرن چیو چیو، بالاخره برکه کاری بکنن. ما از اینجا اقدام میکنیم. ما دیگه اول اصرار کردیم، نامه نوشتیم به انگلیسی ترجمه کردیم، آمدیم بفرستیم براشون. خب تو نامه هم نوشته بودیم که بالاخره ما بعداً تو سخنرانی از شما تشکر میکنیم فلان. این نامه رو بلافاصله گفتم ایمیل نکنید. گفتن آخه چرا؟ من خدایی که ترجمه کردم آزدن. گفتم ایمیل نکنید، سفارت کانادا چیه؟ اینا چی هستن؟ من برای خدا میرم. بخواد بخواد، نمیخواد نخواد. خدا میخواد برم جور کنه. نمیخواد برای چه وقتی چیزی خدا نمیخواد برام انجام بدم؟ به هیچ وجه در برابر کسی که هم کیش من، هم مسلک من نیست، برای چی من بخوام سرخم کنم؟ خدا به من اجازه رو نداده. وقتی این حرف رو زدم 6 ساعت من تلفن زدن از سفارت، آقا ویزاتون آماده است بیان بگیرید. گفتم من نمیتونم ساعت 2 بیام، بنده ساعت 3 میام. گفتن شاید ساعت 3 بیاد، چون قانونش اینه که تا 2 دورو بیشتر دیگه چیز نمیکردن. ساعت 3 بیاد داستان ادامه داره. با احترامی با کذایی، همین مقدار که در برابر کسی که تو اون چیز نیست اظهار عزت بکنی، همون شکست میخوره، همون اون همون رام میشه. چرا؟ چون اسباب همه چیز در ید خداست. مشکل همه ما مشکل توحیدیه، مشکل معرفتیه. تا گفتیم غیر خدا نه و خدا آره، خدا اسباب عالم رو به نفع آدم. ما نشستیم بگیم دعا میکنیم تا ببینیم، نه دعا نمیخواد، توکل یقین میخواد. اینجا یقین که پیدا کردیم و تا یک چیزی از خودمون نشون دادیم، خدا نشون نمیده. خدا رحمتشو، لطف خاصشو، فضل خاصشو نشون نمیده تا من و شما یه تکون بدیم. اون موقع نشون میده. بشینیم بیاد نمیاد. قدیم گفتن یه قدم از شما 10 قدم از خدا. این قضیهش همینجاست. لذا از